سلام به بینندگان عزیز رادیوی آزادی. سرخطی خبرها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهادی شما میکنیم. در این چند دقیقه در برابر موضوعهای دیگر از افزایش شمار جوانان گمشده تاجیک بعد اعلان مبیلیزاسیا، آغاز خرید و فروش سامانی در بیرژه مسکو و ارسال شدن پرونده اوراز وزیربکوف فعال بدخشانی به دادگاه خواهیم گفت. خبرهای دیگر هم داریم. بنابر گزارش های رسانه های روسیه سر 31 اکتبر در بیرژه اسعار مسکو سومانی و سوم قرغیزی هم به فروش گذاشته می شود. خبرگزاری اینترفاکس می گوید تبادل روبل با سومانی و سوم با کارخانه و شرکت و افراد الهیده امکان می دهد اسعار تاجیکستان و قرغیزستان را با آسانی به دست بیارند و در دو گرفت و دیگر معاملات اقتصادی با هر دو کشور استفاده کنند. روسیه که بنابر جنگی به اساس در اوکراین زیر تحریمات کشورهای غربی قرار گرفته است، سعی دارد عاقبت‌های این تحریمات سخت را با گسترش همکاری‌ها با شریکانش از جمله تاجیکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی سبک‌تر کند. بعد فرمان سفربری سربازان علاوگی به ارتش روسیه و جنگ اوکراین اعلان درباره جوانان تاجیک گم شده در این کشور افزوده است. فقط در ماه اکتبر تقریبا 10 نفر از بیدرک شدن فرزند و یا برادرشان به رادیوی آزادی خبر دادند. خویشاوندان جوانان بیدرک شده تخمین میکنند که آنها را به ارتش روسیه و یا به جنگ به اوکراین سفربر کردند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ماه سپتامبر فرمان داد که برای تقویت ارتش و جنگ در اوکراین نیروهای علاوه‌ای دعوت شوند. بر اساس قانون جوانان تاجیک را که شهروندی روسیه را دارند می توانند به ارتش این کشور و یا جنگ به اوکراین سفر بر کنند. در برای این موضوع صحبت مفصلی داریم که 3 ساعت بعد در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می شود. مقامات اوکراین گفتند نیروهای روسیه روز 31 اکتبر دیگر باره شهر کیف و چندین ولایت های دیگری این کشور را موشک باران کردند. والنتینا ریزنیچنکا یکی از نمایندگان حکومت شهر مرگانیتس گفت موشک های گرد روسیه به یک خانه استقامتی و مکتب برخوردند و یک زن 31 ساله نیز کشته شده است. الکسی کولیبا رئیس ولایت کیف گفت سیستم دفاعی موشکی شهر وینیتسا به کار انداخته شده است. در کیف به گفته ویتالی کلیچکو رئیس شهر بعد از ضربه های موشکی در صبح 31 اکتبر قسمت های از شهر به نیروی برق ماندند. به قول ایگر تیرخف رئیس شهر خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین نیروهای روسیه در اینجا زیربنیات های مهم غیر نظامی را هدف گرفتند. همچنین درباره حمله های هوایی به شهرهای پالتاوا و کیروگراد گزارش می رسد. پرونده اوراز وزیربکوف فعال بدخشانی در روسیه را که 4 ماه پیش در شرایط مرموز در تاجیکستان دستگیر شد برای محاکمه به دادگاه فرستادند. سنه مرافع هنوز معلوم نیست. نزدیکانش روز 31 اکتبر گفتند که وزیربکوف با ترغیب تندگرایی در اینترنت و از خود کردن پول خیریه گمان بر است. اوراز وزیربکوف همراه فعال دیگری بدخشانی رمزی وزیربکوف آخری ماه ایول امسال در روسیه ناپدید شده دیرتر در تاجیکستان از خود درک دادند. آنها در نواره که معلوم نیست در چی شرایط ثبت شده است گفتند اختیاری برگشتند، اما نزدیکانشان میگویند این همه صحنه سازی بود. این دو فعال بدخشانی با نظرهای تنقیدی اشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بودند. بررسی پرونده عزیزه حیدر و کتیبه دادرسی بازداشت شده رستم سعید احمدزاده در دادگاه شهر خوجند شروع شد. حیدر وی 22 ساله که پیشتر به قلابی متهم شد، حالا به اسرافکاری و ساختکاری سنت ها گمان بر شده است. یک منبع از دادگاه خوجند بدون ذکر نامش گفت مرافع کشاده صورت گرفت. عزیزه حیدرو روز 10 ایون امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سعید احمدزاده دستگیر شد. برنو حیدرو و مادری عزیزه میگوید مفتشان دخترش را بر ضد رستم سعید احمدزاده استفاده کردنی هستند و او را به خرید غیر قانونی خانه متهم کردند. عزیزه حیدرو به حیث کتیبه دادرسی پیشین کار میکرد.
و حالا توجه کنید به قربی اسعار. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 31 اکتبر قربی 1000 روبل روسی را 162 سومانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 21 درهم و 1 یورو را 10 سومانی و 16 درهم مقرر کرده است. در بانک های تجارتی قربی پول خارجی می تواند دیگر باشد. این سرخط خبرها بود. 3 ساعت بعد با خبرهای تازه و گزارش های دیگر در برنامه اخباری آزادی و می خوریم. روز خوب.